کاربرای عزیز سایت زنگ کلاس، ابراهیم هستم با یه آموزش دیگه در خدمت شماییم. امروز می‌خوایم جلسه 13 برنامه‌نویسی C# با هم باشیم. آرایه‌های چند بودی. تو جلسه قبل اومدیم آرایه تک بودی گفتیم، مثال‌هاش زدیم، چطور با فور ایچ هم می‌تونستیم روی این آرایه‌ها پیمایش کنیم هم گفتیم. و حالا بریم قسمت دوم کار آرایه‌ها، یعنی آرایه چند بودی. قبل اینکه وارد آموزش بشیم شما یه لطف کنید، اون دکمه قرمز سابسکرایب رو بزنید، اون زنگولش هم بزنید که آخرین ویدیوهایی که ما میذاریم به شما خبر بده، و این استای ما رو فالو کنید. بریم ببینیم چه خبر. من یه پروژه جدید ایجاد کنم، از قبل یه جستجویی کردم، بزنید کرییت کنم. خب کنسویت اپ اسمش رو میذاریم مالتی اری پروژکت. تو ساخته شد. ببینیم، ما از قبل یه جستجوی کردم، خود اولین لینک گوگل رو آوردیم بالا برای خود مایکروسافته. میگه چی؟ آرایه چند بعدی رو داره. میگه ما تو آرایه تک بعدی اگه یادتون باشه، ببینیم سینگل، ببینید این نوع تعریفش به چه صورت بود. میگفتیم int براکت array new طول آرایمون، چند تا خونه نیاز داریم از آرایه، گفتیم 5 تا. اینو با هم کار کردیم که گفتیم میتونیم حتی این مقدار رو قسمت دوم آر مقدار دهیش رو بذاریم مثلا توی ران تایم، بیایم از برنامه اجرا کنیم، یه ورودی بگیریم، مثلا ریدلاین کنیم، یه مقداری بگیریم، بعد بیان بگیم آقا مقدار آرایمون بشه اون تعدادی که گفتیم. تو در حین اجرای برنامه هم میشد این کار انجام داد. پس این شد آرایه تک بودیم. حالا بیاییم آرایه چند بودی ما رو ببینیم. ببینیم این آرایه ببینیم به چه شکلی تعریف شده. توی براکت یه دونه و گذاشته، array new int 4 و 2. این یه آرایه 4 تا سطر داره، 2 تا ستون. به این شکل میشه، پینت ما اگه پیدا بشه میشه یه چنین چیزی. خطو میگیریم، 2 تا ستون گفتیم داره، 4 تا سطر، 2 3، یعنی به این حالت. بذارم کنار، به این گفتم 4 سطر و 2 ستون، دقیقا میشه این که میشه 0. بذاریم با ابزار مداد سایزش هم بریم بالا، اینجا میشه 0 1 0 1 2 3، که به این شکل میشه 0 و 0 0 و 1، 1 و 0 1 و 1 2 و 0 2 و 1، اینجوری 2 1، اینجوری هم میشه 2 0 1 0 1 0 و 0 0 و 1. به این حالت خونه قابل دسترسی هم میشه خونه 1 و 1، خونه 2 و 1. به این حالت میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. حالا امکان داره بعدمون بیشتر هم بشه، یه بعد دیگه هم بهش اضافه بشه. این میشه 3 بعدی که تو مثال بعدیش نگاه کنیم. گفتیم آرایه 4 تا سطر داشته باشه، 2 تا ستون داشته باشه و 3 تا مثلا عمق داشته باشه. این شد آرایه 3 بعدی. حالا میتونیم تعداد بعد بستگی به خودتون داره چجوری طراحی کنید. ولی دیگه خب خیلی کم پیش میاد دیگه. حتی آرایه 3 بعدی هم تو موارد خیلی خاصی پیاده میشه. این و آرایه 4 بعدی مثالش هم نمیدونم. این ولی شاید توی موارد ریاضی امکان پذیر داره. ولی بیشتر آرایه 2 بعدی ما تو کارمونه. فعلا هم همین آرایه 2 بعدی رو ادامه بدیم. این نوع آرایه 2 بعدی رو میگن آرایه مستطیلی. ببین شکلشو به حالت یه مستطیله. میخواد حالا ستون زیاد باشه، مربع باشه، هر چیزی، میگن آرایه مستطیلی. ما دو نوع آرایه چند بعدی داریم، 2 بعدی داریم. یه آرایه
مستطیلی، یکی آرایه دندانی یا جکری. اگه شنیده باشین یه جا مثلا تعجب نکنین، یا میگن فارسی میگن دندانی یا جکری، به چه صورته؟ میگیم ببخشید، میگیم تعداد سطر این نوع آرایه ها مشخصه. میگیم مثلا تعداد سطرش مثلا 4 تا باشه، من میکشم پایین، ولی ستوناش مشخص نیست. تو عین برنامه میتونیم مشخص کنیم، یا خودمون تو برنامه‌نویسی مثلا بگیم چند تا ستون دارن هستن، مثلا بگیم به این شکل 1 2، سطر اول 3 تا داره، سطر دوم 2 تا داره، سطر سوم یه دفعه میبینیم 3 و 4، این تعداد داره، سطر 5 یکی داره، سطر 6 که اصلا هیچ، یه تعدادش بیشتر از سطر قبلی. ببینید 0 1 2 3 4 5 6 7، 0 1 2 3 4 5. ببینید این نوع آرایه ها رو میگن جکره، یعنی آرایه دندونی. ستاش مشخص، ستونهاش مشخص از قبل مشخص نیست یا کلن متفاوته، مثل آرایه مستطیلی نیست که ستونهای همه سطرها یکی باشه. این نوع آرایه ها رو میگن جکره. حالا ببین با مثال اینا رو پیاده کنید. فقط توی خود سایت مایکروسافت داره جکت آره. ببینید یه آرایه دو بعدی تعریف کرده و سطرش گفته 3 تا ستون مشخص نیست، اومده پایین تر گفته سطر صفر من، تازه که گفته ستونش نیو کن، بگو 5 تا ستون داره، سطر 1 من 4 تا ستون داره، یا به این حالت به صورت پیشفرض اما اول مقدار دهی کرده. نگاه کنید سطر صفرش این مقادیر داشته باشه، سطر 1ش این مقادیر داشته باشه، سطر 2 هم این مقادیر. ببین حتی توی شکل هم مشخصه، دندونه ای شده مقادیرش. حالا بریم هر دوشون رو پیاده کنیم. اول آرایه دو بعدیمون. برای آرایه دو بعدی گفتیم چی کار میکنیم؟ گفتیم اینت. حالا شما میتونی هر نوعی باشه آرایه ها، من همیشه این تعریف میکنم چون این یه مقدار عدد صحیحه، راحت تری میتونه اسکرین باشه، میتونه هر چیزی باشه، ولی خب با اینت چون ما راحتیم داریم مثال ها رو میزنیم. خب اینت گفتیم یه براکت باز میکنیم، یه و، این شد اری دو بعدی، مثلا اری مساویه نیو اینت. حالا باید بگیم گفتیم بریم چی، مثلا 4 و 2 توی مثالی که زده بودن بسیم 4 و 2، این شد آرایه. میتونیم به صورت مقدار دهی کردنش به چه صورت باشه؟ بیاییم بگیم آرایه 0 و 0، یا این که به این حالا 0 و 0 فرقی نداره، به هر دو حالت قبول میکنن، ولی خب بهترین روشش همینه. 0 و 0ش بشه چی؟ مساوی مثلا 10. 0 و 1ش بشه همین، 1 و 0ش بشه همین، 1 و 1 هم مقدار دهی، به همین حالت عادی که متغیرها مقدار دهی میشن. تو آرایه تک بعدی هم همین روال وجود داشت، میتونستیم مقدار دهی کنیم. یه راه حل دیگه چیه که استفاده زیادی میشه به واسطه حلقه فرم، میخوام یه ورودی بگیریم، میگیم فور اول یادتونه توی اوایل که واسیم چاپ ستاره ها رو انجام بدیم، گفتیم فور اولمون سطرها بودن، فور داخلی حلقه تو در تو بود، فور داخلی میشد ستون هامون. الان اینجا همینه، میگیم فور اولیمون بشه سطرهامون. آی سطرمون چند تا؟ ما 4 تا سطر داریم، این شد آیمون. و یه فور دیگه داشتیم، گفتیم J
دوم چیه؟ ستون ها. ستون ما اینجا چنده؟ دو. این شد از ستون. چی کار میکنیم؟ میگیم یک کنسول بگیم. دات رایت لاین. رایت لاین نباشه. یه خورده زیبایی به خرج بدیم دیگه. اینترنال به کدوم سطر ستون میگیم؟ به اضافه اینجا پرانتز باز بکنید. چرا؟ چون اول باید جمع میشه آی به اضافه یه، چون ایندکسمون از صفر شروع میشه، ما نمیخوایم بگیم صفر و صفر، میخوایم حالت عادی جدول یک و یک، یک و دو. حالا میتونید اصلا اینم نذارید، همین خیلی راحت بدونید که اصلا همون صفر و صفر فعلا بذارید، ولی اگه بخوایید عدد به حالت جدول بگین یک و یک، یک و دو، همینجوری به یه به اضافه یک بذارید. خب این از این بعد میبندیم براکت، دوباره براکت باز میکنیم، به اضافه جی براکت میبندیم و دو نقطه سی کالون. و حالا اینجا میخوایم مقدار دهی کنیم. مقدار دهی چیه؟ اره یه گفتیم اولی چیه؟ سطره. سطرمون چی بود؟ آی و جی. داریم پیمایش میکنیم. چی کار میخوایم بکنیم؟ بگیم این دات پارس کنسول دات رید لاین. خب این از این. حالا مقدار دهی کردیم، بذار یه بار اجراش کنیم. کنسول داد رید کی. اوکی اینا من اجرا کنم. یعنی میگه خونه 0 و 0 رو مقدار دهی کن. خونه 0 و 1، خونه 1 و 0، 1 و 1 و سطر سه، ستون آخر. ببینید مقدار دهی تموم شد، تونستیم مقدار دهی کنیم. الان آرایه ما مقدار داره. حالا چطور اینو تو خروجی نمایش بدیم؟ برای نمایش خروجی هم نیاز داریم که حلقه فور تو در تو مثل ورودی داشته باشه. به چه صورت؟ اول من یه جدا کننده میذارم، کنسول دات رایت لاین چی؟ یه جدا کننده میذارم چی باشه؟ میام یه فور دوباره میزنم آی، همون حالت بالا تا چهار بره، فور جی تا دو بره. نوع خروجی رو میخواییم طوری که شما نمایش بدیم. اگه همین حالت عادی رایت لاین بزنیم که همه میاد زیر هم، بدای انجامش بدیم. کنسول دا رایت لاین میشه اره آی و جی. اولی رو ببینیم خروجیش به چه حالته. بذاریم دیباگ کنترل F5 حواسم نبود همینیشه، ولی مشکلی باشه که عدد رو بد بدیم. خب این از این. ببینید همه رو به صورت چیز زیر هم چاپ کرده، اوکی؟ ولی من میخوام نه به حالت جدولی چاپ کنم. اگه بگم رایت باشه، یه من میکنم رایت دوباره مقدار دهی میکنیم. حواستون باشه که درست وارد کنیم، من عجله میکنم. خب ببینی الان همه کنار هم اومد. یه مشکلش اینه که کنار هم اومده، یه مشکلش که به هم چسبیده، اعداد مشخص نیست کدوم به کدومه. بیاییم اول اینو درست کنیم. برای اینکه فاصله بذاریم کافی اینجا یه به اضافه بذاریم یا فاصله بذاریم
به این حالت، یا اینکه نه بیایم از اسلش تی استفاده کنیم یا خودمون یه تب بزنیم به این حالت. خب من میگم همون اسلش تی رو میزنیم. خروجی الان رو ببینیم چیه. یعنی فاصله درست شده، اعداد مشخصه، ولی سطرهای بعدیش نیومده. چرا؟ چون رایت داره میشه، این حالت میاد، سطر اول میاد داخل این حلقه، ستون اول ستون دوم چاپ میشه، باز میره جلوتر، نمیره سطر بعد. برای اینکه سطر بعد بری چیکار میکنیم؟ کار ستون اینجا تمام میشه دیگه، ستون اول ستون دوم همینجور تمام میشه. کار ستون اول تمام شد، میاد اینجا میره سطر بعدی. پس میریم اینجا با یک کنسول دات رایت لاین خالی میذاریم که مکان نمای ما رو بیاره خط بعد. به همین راحتی الان ببینید خروجی به چه شکلی شده. من میگم مثلا 10 20 30 40 50 60 70 80. دقت کنید، 0 و 0 که این باشه میشه 10، 0 و 1 سطر 0 ستون 1 شده 20، باز اومده سطر 1 ستون 0 شده 30، سطر 1 ستون 0، سطر 1 ستون 1، سطر 2 ستون 0، سطر 2 ستون 1، سطر 3 ستون 0، سطر 3 ستون 1. نیا کنیم دقیقا چیزی که ما اینجا وارد کردیم همونو به شکل خروجی داریم. حالا میتونه تعداد سطر و ستون بیشتر باشه یا میتونه کمتر باشه. حالا بیاید یه کار دیگه بکنیم. این مثال زدیم، مثال ورودی بود، خروجی هم داشتیم، یه مثال خیلی ساده ارهی بود. حالا بذاریم چی کار کنیم؟ مثالمون رو ببینیم چی داریم. آقای دندونی، خب دو تا مثال از این آقای، چون حالت مستطیلی خیلی پرکاربرده، یه دو تا مثال میزنیم. یه مثالش چی باشه؟ بشه جدول ضربمون. میخوایم یه جدول ضرب ایجاد کنیم، بیایم اینا رو پاک کنیم، از اول بنویسیم. آرای جدول ضربمون چند در چند باشه؟ میگیم 10 در 10. یه آرای 10 در 10 داریم، ما جدول ضرب ایجاد کنیم. چی کار؟ بعد خود آرایمون رو اول مقدار دهی کنیم، یه جدول ضربش رو ایجاد کنیم. به چه صورت؟ میایم همون فورهایی که داشتیم انجام میدیم. فور بعدی جی 10. یعنی اول سطر ستون، اولی فور سطرمون، دومی فور ستونمون. حالا بیاییم آرایمون رو مقدار دهی کنیم. آرایه آیو جی برابر مقدار دهیش چند بشه؟ یه تغییر ایجاد میکنم، نه درسته، اینجا فقط باید مقدار دهی بشه. چی میگیم؟ میگیم آیم به اضافه یک، آره آیم به اضافه یک ضرب داره چی؟ جی به اضافه یک. چرا؟ چون ما از صفر داره شروع میکنیم، به خاطر ایندکس های آرایه که از صفر شروع میشن، که اینجا راحت باشیم بگیم ایندکس صفر. ولی هر مقداری که تو آی هست، یه بار صفره که باید یک باشه، یه بار که مثلا یکه باید دو باشه، یه بار باید یه واحد بهش اضافه کنیم که از یک شروع بشه تا ده. زمانی که میاد نوه ما در اصل خونه دهممونه، خونه دهممونه، پس باید 10 ضرب بشه. برای همین یک به اضافه یکی میذاریم که همیشه یه واحد اضافه کنه بعد ضرب کنه. حالا ببین سطر یک ستون یک، سطر یک ستون دو، همینجور به ترتیب میره تا آخر. سطر اولو مقدار دهی میکنه، میاد پایین، باز میره سطر دوم، اینجا به ترتیب سطر دو ستون یک، سطر دو ستون دو، همینجور میره تا 10.
این خودش جدول ضرب ما رو ایجاد میکنه. حالا بیاییم چیکار کنیم؟ این جدول ضربی که ایجاد کردیم چاپ کنیم. روال چاپ که تو همین الان بهتون گفته بودیم. 4 تا پای تا 10 4 جی هم تا 10 گفته بودیم چیکار کنه؟ کنسول دات رایت کنه، رایت کنه اره آی و جی به اضافه چی گفته بودیم؟ اسلش تی. تمام، یه دونه کنسول هم اینجا داشتیم دات رایت لاین بود و تمامی شد خروجیمون. مقدار دهی جدول ضربمون، خروجی جدول ضربمون. حالا خروجی که داریم باید دقت کنیم، یه جدول ضرب ساده که بتونیم ایجاد کنیم، 1 تا 10 رفت، 2 تا 4 تا، 2 3 تا 6 تا، 2 4 تا 8 تا، 10 تا 20 تا، 10 3 تا 30 تا، هر کدوم که بخواین اینجا میتونین راحت ببینین. این شد جدول ضرب. خروجی که میخواستیم رو گرفتیم. تموم. حالا من میخوام به جای این جدول ضرب چیکار کنیم؟ یه تغییر ساده، یه اعداد تصادفی جدولی باشه، 10 در 10، داخلش اعداد تصادفی بین 0 تا 100 باشه. اینو تو جلسه قبل گفتیم بهتون رندوم به چه حالتیه. این من تغییر میدم اینجا، میگم رندوم مساوی رند مساوی رندوم. حالا برای آیه جی ما کافیه بگیم رند دات نیکس، گفتیم بین 0 تا 100 دیگه، همین کافیه. خروجی رو ببینیم، اعدادی همشون تکراری، چون توی یه بازه سری داره انجام میشه تکراری نمیشه. بذار اینو من از اینجا خارج کنم، جای بعدی همون لحظه ایجاد میشه. یه خورده رند نیکس ببینیم درست میشه. آره حالا درست شد. ببینیم اعداد تصادفی داره بین 0 تا، چون اونجا همون هر لحظه میمد از اول تو همون بازه زمانی، چون توی بازه زمانی خیلی مهمه این اعداد تصادفی، طبق یه فرمولی ایجاد میشن و بازه زمانی دخیله. این باعث میشد که همون لحظه جدید دوباره خودش رو ایجاد میکرد، ولی خب از بلاک خارج بشه عمومی میشه، یعنی اینجا همه اینو میشناسن دیگه تغییر میکنه. خب ببینید اعداد تصادفی بین 0 تا، ببینید اعداد 6 داره، 5 داره، 4 داره، 3 داره تا 100. ولی اگه شما یه بازه خواستین، یه بازه حالا مثلا گفتین بین مثلا فقط 2 رقمی باشه، یا فقط میخواید 3 رقمی باشه، میگه 3 رقمی، میگه پس از 100 هست تا 999 اعدادش 3 رقمی فقط باشه، این میشه عدد سرعمی. میبینید که بغیر از عدد سرعمی دیگه وجود نداره، همه هم عدد تصادفی هست. تمام. اوکی، این از این عالیه. 4 دقیقه شده، وقت ویدیو زیاد نگیریم. ببینیم یه جک اری هم توضیح بدیم و تمومش کنیم. اینا رو پاک میکنم. ما تعریف آرای 2 بعدی 3 بعدی هم فقط کافی بود، یه و بذاریم و اینجا یه مقداری که مثلا بگیم داشته باشه که توی ورودی خروجی گرفتن یه حلقه فور دیگه هم نیاز داره داخلی که بعد سوم ایجاد کنه. خب فعلا اینا نیاز داره. میریم برای جک اری. جک اری گفتیم به چه حالته؟ گفتیم اینت سطح مثلا میگیم 4 تا ستون نداره، اری
مساوی نیم اینتر ببخشید این چهار باید چون داشتن دو بودیه آرایمون چهار تا ساعت رو داره و ستون مشخص نیست. این شد چهار سطر ما. حالا میخواییم بیایم هر سطر رو بگیم چه مقداری داشته باشه. میگیم عره سطر صفر مساوی نیم اینت چند، مثلا میگیم اولی پنج تا ستون داشته باشه. همین رو کپی میکنیم، یک دو سه، دومی دو تا، سومی سه تا، چهارمی هم یکی خونه داشته باشه. به این حاله که نوع ساختارش الان شده چی؟ یه صفحه جدید ایجاد میکنیم به این حاله. حالا یه خورده شما این پنج تا ستون، بعدی دو تا، بعدی سه تا به این شکل، بعدی هم یکی، آرایش به این شکل. حالا اینقدر در بداغون نه، ولی خب به همین شکله. صفر یک دو سه، آرایه که وجود آمد به همین شکله. حالا باید به دست مقدار دهی کردن کافی با بگیم عرایه مثلا صفر و سه، جک عرایه که میشه به این حالت باید در بینه بشه مقدار دهی کرد مثلا ده. خونه صفر و سه یعنی چی؟ یعنی این خونه مقدارش شده ده. به این حالت میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم. یه حالت دیگه به چه شکلیه؟ بیایم نوع ساختارش رو ببینیم. مقدار دهی اولی داره، اولی کردن، یعنی همون لحظه ببینی همونجا که این تو گفتی دیگه شمار ستون رو نزنیم، همونجا بیاید مقدار دهی کنیم. حالا هر تعداد که دوست کنیم، ده دو سه، گفتم سه، بعدی مثلا بشه وهر رو فراموش کردیم، این از این، این هم میشه سی و پنج، این هم میشه و این از این. ببینید سطر و سه تا، چهار تا، یکی، دو تا مقدار دهی شده. حالا شما به هر روش دیگه میتونید با حلقه فور ایچ اینا بگیرید، خروجی بگیرید. حالا بیاید خروجیش رو ببینید میتونید پیاده کنیم. برای خروجی پیاده کردن چون سطر ستونش مشخص نیست، ما نمیدونیم تو این سطر چند تا ستون داریم، تو اون ستون چی جوریه، میام چیکار میکنیم، میدیم با چه روشی انجام بدیم. ببین با فور ایچ ببینیم میتونیم پیادهش کنیم. آیتم بیدیم عره بذاریم، عره چی بذاریم؟ این حالت میخواییم سطرها رو بگیریم. یک لحظه رو سایم کنم دوستان، بیاییم از همون فور استفاده کنیم که بهتره. آی کافی از اره ببینیم چند تا چی داره، سطر داره، با اره لینکس میشه اینو فهمید.
اینو ما میزنیم و یه فور درونی داریم برای ستون ها برده میگیم اره جی. حالا امیدوارم این کار حالا تستش نگرفتن فقط دیدن اره آی دات لنگ. این هم ستون ها امیدواریم کار کنه و کنسول دات رایتر اره آیو جی به اضافه اون اسلش تیمون و کنسول دات رایت لاین ما تمام. بذار بینیم خروجی به چه شکل شده، درست میشه یا خطا میده. نه جواب داد، یعنی دقیقا چیزی که ما طراحی کرده بودیم، سه تا چهار تا یکی و دو تا به همین شکل تونستیم. الان این اره لنکس میاد تعداد سطر رو میگه، اره آی اون سطری که وجود داره میگه چند تا ستون داره. با اره آی دات لنکس میتونیم ستون رو برای هر سطر به دست بیاریم و خروجیمون رو به دست بیاریم. این شد از جک اره یا آرایه دندانه، نوع پر کردنش و نوع خروجی گرفتنش هم آموزش دادیم. امیدوارم که این جلسه مورد پسندتون قرار گرفته باشه. حتما لایک و کامنت بذارید، پیشنهادات خودتون رو بگین که ما بتونیم تو جلسه بهتر بعدی هم آموزش بهتر بشه. همین که بدونیم مثلا شاید تمرینی باشه که ما توی هر چند جلسه یه جلسه تمرینی داریم، یه صورت مسئله میگیریم حلش میکنیم. شما اگه صورت مسئله خاصی رو داشتین بهمون بگین، ما توی جلسات تمرینی عملی میمونا رو پیاده میکنیم و برای بچه های دیگه هم منتشر میکنیم. خب مرسی که ما تا این جلسه همراهی کردین. قبل از هر چی اون دکمه سابسکرایب یوتیوب و اون زنگولش هم بزنین و ما رو توی این اسفا دنبال کنین. تا جلسه بعدی خدا نگهدار.